Todos los valores que hemos hecho en la diago. Es así, chun. هفته دیگه شروع ما آدارشنی هست و به دنبالش نیسان و قوانین و علاقهایی که در ارتباط با ماه نیسان و به خصوص اگر پسر وجود داره با فصل هست استقبال قوانین می‌نیم و این قوانین رو با هم دیگه دوره می‌کنیم که شرکه بتونیم به درستی تو ذهنمون نگه داریم و به موقع اجرا بکنیم. همونطور که خداوند برای پدران ما معجزه کرد، این لطف و معجزه هاش هم بیش از پیش هم راه ما باشه، ما رو مزکی به نجات کامل بکنه. قوانین خوندن ویدو در ماه نیسان. سوال و جواب میکنن در مورد قوانین پیسه. از 30 روز قبل از پیسه، همینطور در مورد سایر معدیم هم به همین شکل است که درست این است که انسان از یک ماه قبل از اون موعد در مورد قوانین اون موعد مطالعه بکنه، بخونه، سوال جواب بکنه که بتونه به درستی اون رو اجرا بکنه. در حالی که در خود تورات نقدشو هم میبینیم در ارتباط با خود پیسه هست و قبل از شروع پیسه هست، تقدیم قربان پیسه و سوال جواب میشه در مورد افرادی که ناپاک هستن و قوانین پیسه‌شنی که یک ماه بعد هست همونجا توضیح داده میشه و از همینجا یاد میگیرن که درست و صحیح این است که انسان اخام به روشو پیشا پیش از 30 روز قبل از فرستدن هر موعدی و شادی قوانین اون رو مطالعه کنه، بخونه و به درستی یاد بگیره. با این حال مجاز برای هر تربیت خامی که به صورت معمول یه روز حالا مشغول آموزش تورا هست، جنبه های مختلف، ادامه بده به آموزش معمول خودش در جایی که قلبش تمایل داره و این نیست که همه آموزشش رو تعطیل بکنه که فقط مثلا قوانین پسر بخونه. و این قانون نیست مگر برای اینکه آره یه بخشی هم وقت بذاره برای مطالعه قوانین اون موعد که شوئل کینیان باشه، سوالی که از استادش میکنه در ارتباط با موضوع روز و زمانش باشه. همونطور که فرمودن در توصیفتا مثلا سندین فرق زعین مزالک، کسانی که به عنوان راب جماعت هستن، خامش هستن، فتوا و سوال میکنن از اونها، یا یعنی اینکه کلاس های آموزش تورا دارن برای جماعت معمول، لازمه که دوباره مطالعه کنن، بیاموزن، تکرار بکنن این حلاخ ها رو برای اینکه سریع تو ذهنش آماده باشه، خبره و ماهر باشن در این قوانین که جواب بدن به سوال کنندگان هر موردی رو مطابق علاقه به آس شالوم دوچار اشتباه و لغزش نشن و اطلاع بدن به اونها مسیری که در اون قدم بردارن و عمل کردی که باید انجام بدن. در مورد حالا ریزکاری ها و جزئیات قوانین حقالا هست، پخت مساس، بیورهامسه و جزئیات بسیار دیگه که به صورت خاص در ارتباط با حقفصه وجود داره که این اصل اون چیزی که لازمه که توضیح بدم برای جماعت. و همینطور گفتاره که در ایام معدیم هست، هر موعدی در تا دو هم موعد، لازمه که کسانی که حالا داراش میکنن تو جماعت بیاموزه و داراش بکنه در قوانه پیسه، در موعد پیسه، و همین ترتیب شاوعوت، سوکو، در کدوم دوار بیتو محتو مطابق تیغون مشربین، همونطور که در مثلا مگیلا لمد به لادف ماده که همونطور که اشاره کردیم پاسخ میفرماد و دبر مشهت معدی از نهای بنیسه قرآن فرمون مشه معدیم و عیاد خدا رو به بنیسه ادابار به ایتو معتو و اون معتب باید که در هنگام و وقتش گفته میشه چه خوب و برازنده است. در تمام ماه نیسان
ویدوی آنا خوندن و نفلد پعیم لداوید و اینا خونده نمیشه، چرا که تمام این ماه، ماه نیسان، ایام شادی است برای جامعه اسرائیل. حالا بخشی اون چیزی که در دوران گذشته بوده و بخشی اون چیزی که به زرشم در آینده رو خواهد داد. چرا که در اول ماه نیسان برپاداشته شد میشکان، اول ماه نیسان سال دوم خروج از مصر افتتاح میشکان بود و 12 ناسیه های اسبات اسرائیل تقدیم کردن قربانی هاشون رو برای افتتاحیه میزبیه قربانگاه در طی 12 روز، هر ناسی طی 1 روز، و به این شکل از اول نیسان تا 12 نیسان خاطر تقدیم قربانی ها و افتتاحیه میشکان و میزبیه ایام شادی بود. همونطور که ما هم الان به یاد بده اون موقع قهرت کسف میخونیم و روز بعدش رو، یعنی 13 نیسان رو اسروحق گرفتن، در واقع جشن اختتامیه، پایان اون دوران جشن های افتتاحیه میشکان. روز 14 نیسان آدینه پسر میشه و تقدیم قربان پسر بوده و هر کسی که حتی طی ایام هفته سالش هم قربانی تقدیم کرد اون روز رو از کار تعطیل میکرد و به شادی میپرداخت، یه جورایی براش یوم تو محسوم میشد. به دنبالش هم که از روز 15 هم شروع میشه 7 روز ایام پسح هست که همه الان روز اول هفتم یوم تو هست و بقیه روز هم که حلمای میقرای قدش هست. الان ما در گالوت هستیم، روز دوم و هشتم هم یوم تو میگیریم، اما طبق روال توراییش به این شکل تا روز 21 که پایان ایام اگپس است. روز 22 نیسان رو باز به شادی می پرداختن به عنوان اختتامیه جشن پسح. همونطور که از در وقامی به ما رسیده، بنای بیت المقدس سوم که به زرشه مرچه زودتر در ایام بنا خواهد شد در یوم تو پسح خواهد بود، که خواهی می فرمودن همونطور که در ماه نیسان اجداد ما از مصر نجات پیدا کردن، نجات نهایی ما هم در ماه نیسان خواهد بود. به این مفهوم که ماشیه در هر روز و هر زمانی میتونه بیاد، اما تکمیل شدن اون فرایند نجات که با آبادی به تمیداشت سبم خواهد بود، آره، یا به صورت معجزه آسا یا ساختی که انسان انجام میدن، این در ماه نیسان و در حق پسر صورت میگیره. اما تو که پاسخ در میخا عناوی فصل 7 پاسخ تدوان فرماد کیمه صدخا مهرس میسعیم، مثل ایام خروج از سرزمین مصر نشان خواهم داد او را معجزات. و افتتاح بیت المقدس سوم با وجود که حالا آبادیش در پسح خواهد بود، اما خب چون دوتا شادی رو با هم قاطی نمی کنن، بعد از ایام پسح برگزار میشه، یعنی از 22-23 نیسان تا پایان ماه. پس به این ترتیب که توضیح دادیم، کل ماه نیسان ایام شادی است، بنابراین شایسته نیست که در این ایام ویدو و تنونیم خونده بشه، لداوید نفلد پعیم انجام بشه. رسم خوبیه که میخونن در هر روز از ابتدای ماه نیسان پارشای ناسی اون روز رو، قهرت کسف رو، و در روز 13 نیسان میخونن ابتدای پارشای بعلوتخا رو تا کاخ آسایت منورا که نحوه روشن کردن منورا بود که هارون اکنه چگونه انجام بده، و اصلا که در سوال که بخونن این پاسخها رو از روی خود سفر تورا بدون براخه، اما رسم معمول ما همین است که از روی همون سیدور میخونیم. این لیگزور تعنیت جماعتی اعلام نمی کنن در کل ایام ماه نیسان که به خاطر اینکه هیچ سختی مشکلی نباشه، اما تعنیت فردی به جز توی خود ایام موعد مجازه که تعنیت فردی بگیره، به جز روز روشودش نیسان، 7 روز اگر پسح، حالا ما تو کاروز هستیم 8 روز پسح، و خوبه که سخت بگیره که تعنیت نگیره، همطور در روز بعد از پایان پسح.
که اون ایسرو حق هست و بر طبق بر این اساس رسم گسترده است که تنید بگیرند در ایام نیسان. اگه مثلا کسیست که سالگرد فوت پدر یا مادرش مثلا 5 نیسانه 10 نیسانه خوبه که انسان اگه توان جسمانیشو داره روز سالگرد فوت پدر یا مادرشو تنید بگیره، اگه مصادف با ماه نیسان شده تنیدو میگیره. یعنی تنید فردی است. با وجود که تنید جزء تنیدهای واجب دینی محسوب نمیشه، با این حال رسم خوب و درستی است. و همینطور جماعت هایی که رسم دارن که داماد یا عروس تنید میگیرن در روز ازدواجشون، روز ازدواج که البته مناسب نیست اگر میخوان تنید بگیرن روز قبلش باشه، چون باز به عنوان تنید فردی معصوم میشه، مجاز هستن که تنید بگیرن. تنید رو در ماه نیسان که باز تاکید کرده آراب که در خود ایرسقی دوشا سفارادی ها جماعت های شرقی و در بسیار از کشور اروپایی رسم نیست که عروس و داماد در خود روز عروسی تنید بگیرن. اونا که هم رسم دارن روز قبلش دامه، اگه توان جسمانیش نداره حالا با صداقه چیزی تونه اون رو بازخریدش بکنه. به این ترتیب چون آناویدوی خونده میشه، میزمار لمنسه یه احیان خاشم یوب سارا بعد از عشق قبل از وارسیون هم خونده نمیشه در کل ماه نیسان. و همینطور تفیلا لداوی تتجه مزدخا، اون هم از تفیلا قرائت نمیشه، چرا که اونجا هم گفته شده بیوم ساراتی اقرائه کا، در روز سختی و عذاب هم صدا زدم تو رو و ذکر نمی کنم روز سختی رو در ماه نیسان که اون ایام نجات و شادی برای جامعه هست. رسمه که میخونم میزمور لتودا رو بعد از که باروش آمر گفتیم، میزمور لتودا در پسوخ دزیبرا در شهریت کل ماه نیسان، حتی در آدینه موعد پسح و در حول موعد پسح به جز شبات ها و یومتوا که خب در تفیل معمول نداره. رسمه که در مینهای روز شبات کل ماه نیسان هم سیدقاتقا خونده نمیشه، مثل تمام ایامی که اگر آنا ویدوی در روز هفته خونده نمیشد، در شبات مینها هم سیدقاتقا خونده نمیشه و یهشه میخونن. میسواس به عده هر فردی که پولی رو تحت عنوان حالا اصطلاح قیمهاد پیسخا آرد پیسه، یعنی در واقع کمک به نیازمندا، برای خدا شکر اینجا هم گروه های مختلف هستن، به خصوص که جمع آوری میشه سبد کالایی به افراد نیازمند، حالا گوشت مرغ، برنج، مواد خوراکی که ضرورت داره برای ایام پسح کمک میشه. معمولا خب شما حساب اعلام میشه که به این افراد کمک بشه. به هر حال حتی اگه گروهی جایی هم هست که تو شهرش گروهی این شکلی نیست، خودش موظفه که پولی رو تحت عنوان، البته که ما خودمون به شادی میپردازیم، سعی میکنیم بهترین لباس و بهترین خوراکی‌ها رو برای ایام موعد برای خودمون و خانواده‌مون تدارک ببینیم. این وظیفه ما هست که به فکر افراد نیازمند هم باشیم و به اونها کمک بشه. و نکته آخر، روشودش نیسانی که خود روز روشودش در شبات واقع شده، در چنین حالتی سه براخا سفر تورا بیرون میارم، البته که قبلا در مورد قوانین شبات عهودش گفتیم، و لازمه که حداقل رو سفر توره اول 6 براخا بگن. حالا اگه تعداد بیشتر میگن که قدیش هم رو سفر توره اول گفته میشه، سفر توره دوم بحث روشودش از سفر توره سوم برای شبات عهودش محسوم میشه. و اگر به این شکل رو سفر توره اول هم بیش از 6 نفر براخا گفته شده که اصلش 6 براخا بالا مصیفی گفته شده، رو هر 3 براخا سفر تورا جداگونه قدیش گفته میشه.